عزيز. خب دوستان، ساعت شروع ساعت 6، حالا تا بقیه دوستان به ما بپیوندن، من میخواستم از اینجا بحث رو آغاز کنم که اصولا ایتیست ها هیچ چیزی براشون مقدس نیست غیر از فقط و فقط جان انسان ها، و چون هیچ براشون مقدس نیست اصولا این رو حق خودشون میدونن که به عنوان یک انسان به هر چیزی شک کنن، گیر بدن، نقد کنن و حتی توهین کنن. یعنی به نظرشون مسخره بیاد و بگن که خب این یه باور احمقانه است، و حالا طرف مقابل که به این به اون مورد مشخص باور داره، به اون کیس مشخص و مورد نظر ما باور داره، آیا به نظر شما باید ناراحت بشه؟ یعنی آیا توهین اون فردی که عقل گرا و علم گراست و به هیچ در واقع موجودی کنترلگر عظیم و در واقع خداگونه باور نداره، تکلیفش چیه الان؟ این به نظر شما در واقع چه دید شما میخواییم ما بدونیم که نسبت به این موضوع چیه، و آیا توهین به چیزی که برای دیگران عقیده هست و برای تو نیست چگونه خواهد بود؟ برای مثال ما تعداد زیادی گاوپرست داریم در هندوستان، ولی ما خدای اونها و باور اونها رو میکشیم میخوریم، الان تکلیف چیه؟ کرمیت جان از شما شروع میکنیم. بابت شما صحبتی اگه داری اول. آره ممنونم سویل عزیز. عرض کنم که دوستان گرامی، خدمتتون هستم. زمانو من نگه میدارم و اینکه به وقت مونده نکنن دوستان عزیزی که دوست داشتن بیان بالا صحبت کنن، خدمتشون باشیم، و اینکه تلاش هم میکنیم ده نفر بیاریم بالا که اون بالا شلوغ نشه. همین، فقط خواستم همینو بگم که می جان شما صحبت بفرما، بعد میرم برای اینکه بچه ها رو بیارم بالا. با تشکر از دوستان جمهوری بی خدایان. خب بحث امروزمون راجع به توهین به عقاید هست. در واقع خب نظرات مختلفی وجود داره راجع به این داستان توهین، نقد، توهین، مرزهای بین نقد و توهین، و همینطور فلسفه‌ای که کلا جا افتاده که بین دوستان، که خیلی اعتقاد دارن میگن باید به عقاید همه احترام گذاشت. توی برنامه امروز من فکر میکنم خیلی خوب هستش که ما این مسئله رو یه مقدار باز بکنیم، چند تا مسئله از چند جهت این مسئله رو، مورد آزادی بیان یعنی چی، قانون جهانی آزادی بیان یعنی چی، و کلا فلسفه احترام به عقاید که توی اکثر کشورها و به خصوص کشورهای اسلامی مطرح هست چیه، کدومشون، چون این دوتا قطعا با همدیگه در تضاد هستن. شما نمیتونید که آزادی بیان که توهین هم بخشی ازش محسوب میشه رو محترم بدونید، در این حال بخواید به همه عقاید هم احترام بذارید. این یه فاز بحث هست. یکی این هستش که آیا هر عقیده‌ای با هر محتوایی واقعا قابل احترام هست؟ آیا این در واقع تا چه حدی میشه به هر عقیده احترام گذاشت؟ اگه نمیشه احترام گذاشت چجوری باید باش برخورد کرد؟ مثلا نقد مرزش کجاست؟ توهین مرزش کجاست؟ یه مقدار به نظر من خوبه که در واقع چیز بکنیم، این از این جهات این موضوع رو بررسی کنیم. من اولش یه مقدار مسائلی گذاشتم که راجبش چیز کنیم. دوست دارم که دوستان یه توضیحاتی بدن، نظر دوستان رو بشنویم و بعد از اون راجبه یه مقدار بیشتر باز بکنیم این مسئله رو. ممنونم ازت که میتی گرامی. نیلوفر جان بفرما اگه صحبتی داریم. سلام، مرسی. من از نظر شخصی خودم که توهین به هیچ عقیده، یعنی توهین به همه عقاید چیز زشتی نیست، به خاطر اینکه ممکنه یه عقیده واسه یکی مقدس باشه، ولی مثلا دارم میگم حالا مسلمونا میان برای شیطون لعنت میفرستن، ولی کن که خب ممکنه یکی اصلا شیطان واسش مقدس باشه، در فرض مثلا همون مثالی که سهیلا جان راجبه گاوا زد. حالا خب برای کسی که میاد مقدس تقدس زایی میکنه راجبه حالا شخصیت های
مثلا حالا اون پیامبرش، اون امامش، حالا اون هر کسی که تو دینش بوده، به نظر من کلا خوبه که اینجور آدم ها تعصب رو بذارن کنار و این شعار رو ندن که وای مثلا بیایم به مقدسات ما توهین نکنیم، به مقدسات ما احترام بذاریم. بکنم این تعصبات خودش باعث میشه که تنش رو بیشتر بکنه. مثلا مثالی که کاریکاتور پیامبر مسلمان توی فرانسه کشیده شد، واقعا تعصب خود مسلمان بود که باعث شدش که یه معلم بیگناه کشته شه، سر بریده شه، بعدش هم کلی تنش به وجود بیاد. مثلا همه بیان برای رئیس جمهور فرانسه مثلا شعار بدن. یعنی فکر کنم این اونا باید بپذیرن که توهین هم خب میتونه بخشی از نقد باشه، هیچ ایرادی نداره. تعصبشون رو باید بذارن کنار و به نظر من که ایرادی نداره. حالا من میرم، دوست داشتم اینو بگم، ولی خب دوست دارم که بعدن اگه یک کسی با نظر مخالف بیاد بالا بحث چالشی بشه، باز دوست دارم اون موقع هم صحبت کنم، چون تاپیک خیلی تاپیک خوبیه. ممنونم از شما بفرگیرم. عمر جان شما صدق صحبت ازمان وقت رو صحبت کنید. درود بر شما. من ممکنه 3 دقیقه نشه، یکم کمتر بشه، حالا شد. امیدوارم که بعد بتونم یه مقدارش استفاده کنم. قطعا من موافقه توهین به عقاید و اینا هستم. به نظر من این از زیبایی های آزادی بیانه که در واقع شما میتونی نقد خیلی بی‌رحمانه‌ای بکنی سری عقاید و همینطور توهین کنی. تو آزادی بیان آمده است که در واقع آزار دهنده باشه. اگه بر فرض مثال همه ما محافظه کاری توی گفتار و کلام و بیان ما انجام بدیم که دیگه آزادی بیان نیست. آزادی بیان دقیقا مرزها رو در واقع تابو شکنی میکنه. هدف آزادی بیان اینه. یه مطلبی هم در مورد اینکه به چه عقایدی میشه احترام گذاشت و آیا میشه به همه عقاید احترام گذاشت؟ قطعا نه، به خیلی از عقاید به هیچ عنوان نمیشه احترام گذاشت. به واسه مثال خب اسلام، پیامبر اسلام به یه سری افراد میگه که شما میتونید بیاین در این دهکده بمونید و از در واقع ادرارش رو تو میل بفرمایید که بهتر بشید. این حدیث صحیحه. بعد من به عنوان چیز میتونم اینو بپذیرم و اگه اینو نقدش کنم، آیا پیامبر اسلام رو نقد کردم؟ یه سری عقاید به هیچ عنوان نمیشه بهش احترام کرد. کاری که میتونیم بکنیم ما اینه که تحمل کنیم این عقاید در کنار جامعه، در به عنوان شهروند توی جامعه دموکراتیک ما میتونیم افراد تحمل کنیم، اما تا اون موقعی که مرز خشونت در واقع کشته نشه. مرز خشونت هم خود دیگه مشخصه دیگه، طرف اسلحه با نداره، سلاح با نداره بره طرف رو صرفا به خاطر بیان کردن یه عقیده بکشه. من اینجا توقف میکنم، اگه شد بعد استفاده میکنم از بقیه زمانم. مرسی. ممنونم از عمر. ممنون عمر جان، 1 دقیقه و 6 ثانیه وقت اضافه آوردی. مرسی بابک جان. حامد عزیز میشنویم شما رو. سلام، ممنونم که وقت رو من دادین. اول میخواستم خدمتتون بگم که اینجا اتاق طبیعتاً گفتگو هست. مودریتورهای عزیز مراقب باشن که اتاق سخنرانی نشه. بعضی هستن که دوست دارن برن روی منبر و دیگه پایینم نیان. اگر اینجور حرکتی کسی کرد باز کنید، مراقب باشید، نظرید ادامه بده. این یکی. و بعد مسئله توهین. خب ما اگر بیایم بگیم که توهین به عقاید کار درستی نیست و ممنوعه، اون وقت باید بیایم بگیم که معیار این که یک چیزی توهین شناخته بشه چیه؟ کسی همچین معیاری داره که به من توضیح بده معیار کلی و عمومی برای توهین شناخته شدن یه سخن یا یک اکت چیه؟ و خودم هم خب بعضی عقایدو که من میشناسم لازم التوهینن. خب هیتلر عقیده داشت که همه یهودیای دنیا رو باید کشت، زیادم پول خرج این کار نباید کرد، دست جمعی بفرستید تو اتاق گاز به کمترین هزینه. حالا کی میخواد بیاد به این احترام بذاره؟ اینجا نه تنها احترام نباید بذاریم که اصلا به صورت فیزیکی باید باش مقابله بکنیم. در مورد هندم که فرمودن که آف پرستن، نه ببینید،
اونا گاوپرست نیستن. حالا من نمیخوام ازشون دفاع کنم، ولی در فرهنگ قدیمی هندو ایرانی گاو نماد زایایی بود و گاو از این جهت محترم بود. و حالا شما اگه سخنرانی آقای بهرام بیضایی رو گوش کنید، توی اسطوره های قدیم از بدترین چیزهایی که به دشمنان خودشون نسبت میدادن این بود که به ما حمله کردن و گاوها و زنهای ما رو بردن. زنها نماد زایایی بودن، زایایی انسان، گاوها نماد زایایی طبیعت بودن و اونا هنوز فرهنگ هندو ایرانی رو دارن ادامه میدن، احترام میذارن. اینجور نیست که فکر کنن اون خدایی که یکتایی که تصور ماست، اینجور تصور رو اونا نسبت به گاوها ندارن. متشکرم، فعلا حرف دیگه ندارم. ممنونم بابک جان. نه ممنونم، بذار یک دقیقشون هم وقت اضافه آورد دوست و عزیز. بله بسیار عالی، ممنونم از شما آقای حامد. ما منظورم همین بود، به هر حال محترمه دیگه برای من، منظورم همین بود، برای هندوها محترمه و ما میکشیم میخوریمشو، نمیدونم اونا این کار نمیکنن، اونا نمیکشنش. گاف اونهایی که به در واقع حالا اسمن گاف پرست بهشون میگن، به چیزی فراتر از احترام، نمیکشنش نمیخورنش و توی خیابون بهش احترام میذارن، مراسم خاص دارن. حالا به هر حال توهین رو یه نکته دیگه ای رو هم شما بهش اشاره کردید کمیت جان، بعد از من اگه شما صحبتی داشتی حتما مایک تو باز کن خودت و ادامه بده، اگر چیزی میخوای بگی بگو. من معتقدم که توهین از فحاشی میتونه باشه تا حتی گاهن افراد از نقد بعدشون میاد، از نقد باورهاشون، که مثلا شما چطور معتقدید که مثلا محمد با این خر پرنده رفت رسید به معراج؟ بعد اصلا معراج کجاست؟ آسمون هفتم یعنی کجا؟ میدونید چی میگم؟ و حتی وقتی ازشون سوال میکنید اینا خشمگین میشن و در مقابل جبهه میگیرن. کرمیت جان ببخشید من یه چیزی بگم، در حد 30 ثانیه. من یادم مدرسه که میرفتم از معلم پرسیدم که چرا محمد مثلا این همه ازدواج کرده زن داشت، حالا موقعا بچه بودم تو فرد خفقان، عصبانی میشدن که من چرا طور این سوالو پرسیدم دیگه، یعنی وای به حال بقیه این چیزا. خب عرض به حضورتون، من یه چیز کوچیک بگم. این مثلا بحث همین در واقع احترام و نقد که بود، اصولا ببینید احترام گذاشتن به همه عقاید اصلا کلا غیر ممکنه، چون خود عقاید با هم دیگه در تضاد هستن. خود چیزایی که برای افراد نمونش همین گاه که مثال زده شد، برای یه نفر مقدس هست، مثلا تو همون هند همونطور که اشاره کردن دوستان، یه گاه سفید اگه وسط خیابون بخوابه ماشینا باید حق ندارن چیز کنن، ترافیک میشه. اگه کسی بوق بزنه واسه گاوه که بلند شه بره، همه توهین حساب میکنن، بهشون بر میخوره. شما نمیتونید کلن، بعد منی که مثلا فرض کنید بخوام گوشتخوار هستم گاو میخورم، به نظر اونا توهین حساب میشه. شما اگه فرض به هر عقیده احترام بذارید، نمیتونید کلن نظر همه رو جلب کنید. به هر حال این چیزی که اصولا غیر قابل انجامه. بحث در واقع چیز هم که مطرح شد به اصطلاح که توهین باید کرد یا نه، ببینید آزادی بیان این هستش که شما هر عقیده‌ای که دارید در هر زمینه‌ای بتونید به آسونی بیان بکنید. میخواد توهین‌آمیز باشه، البته توهین به اشخاص بحثش فرق می‌کنه با توهین به عقاید. به عقاید میشه توهین کرد، میشه مسخره‌شون کرد، میشه در واقع چیزی هر چیزی بهشون داد. البته آزادی بیان هم یه مقدار محدودیت‌های خاص خودش رو داره، ولی اینی که بخواید در واقع توهین رو محدود بکنید، یه سری از عقاید هستن که خیلی چیزهای معمولی رو هم توهین محسوب میکنن. شما الان حساب کنید مثلا یک مسلمان اینی که عکس پیغمبرش رو بکشن توهین حساب میکنه، به خاطرش حاضر آدم بکشه. نمونهش مثلا اون کاریکاتوری که از محمد منتشر شده بود، به خاطرش رفتن دفتر روزنامه رو منفجر کردن. خب این هم یک جور عقیده بود و واقعا هم مثلا کشیدن یه کاریکاتور یه شخصیتی که 1400 سال پیش مرده واقعا اصلا توهین محسوب نمیشه. کاریکاتور همه رو میکشن، کاریکاتور آدمای زنده‌ای که وجود دارن رو هم میکشن. ولی وقتی کلا شما یه چیزای خیلی بدیهی و خیلی استاندارد و خیلی معمولی، حتی یه پورتری معمولی رو توهین حساب میکنید، شما میتونید کلا از هر چیز کوچیکی اون رو به اصطلاح تفسیر به توهین کنید
هر نقدی رو هم توهین خطاب بکنید، توهین تلقی کنید و به این وسیله جلوی هر نقدی رو به عقیده خودتون بگیرید. به همین دلیل هست که باید در واقع چیز بکنن که به همین دلیله که شما رو در واقع قانون آزادی بیان توهین رو هم کاملا آزاد محسوب میکنه، به خاطر اینکه دیگه هیچ کسی برای دفاع از عقیدش متوسل نشه به اینکه این چون توهین کسی حق نداره بخواد انجام بده. البته بازم تاکید میکنم، من حالا مجددا بعدا اشاره میکنم، خود آزادی بیان هم محدودیت های ریزی داره که ولی توهین به عقاید جزوشون نیست. توهین به عقاید کاملا آزاده، از نظر یک آتئیست واقعی هیچ چیز مقدس نیست. حالا این چیز میخواد یک شخص باشه، یک باور باشه، یک خدا باشه، یک مذهب باشه، هر چیزی، هیچ چیزی نباید کلا مقدس باشه. به هر چیزی رو میشه نقد کرد، میشه توهین کرد، میشه تمسخر کرد، باید کاملا آزاد باشه این سیستم. حالا من میذارم یه بار نمیخوام دوستان صحبت کنن، نمیخوام یه نفره برم بالای منبر، ولی بعدا مجددا بیشتر صحبت کنم. ممنونم که میچم، ممنونم از شما. سویلا جان بفرمایید. دوستان بابک جان شما می مشکل داری؟ من بعضی دوستان نمیتونم بیارم بالا، مثلا جناب آقای سول نمیتونم بیارمشون بالا. باید یه بار از گروه خارج بشن، جوین یه روم دیگه بشن، بعدش بیان بدون راحت میتونم بیام بالا. اوکی ممنونم. خواهش میکنم ببخشید من سلام نکردم دوستان. خواهش میکنم. مرسی از راهنماییتون. زاک دوست عزیز سلام دوستان، ممنونم. بخواستم از اینجا شروع کنم که مذهبی بودن اجباری که در جمهوری اسلامی رخ داد بلوتین کمک رو کرده، این فرایند 40 ساله باعث شد که خیلی به سمت آتئیسم و خدا ناباوری بیان و این رو مدیون جمهوری اسلامی هستیم. این کار کردش باعث شد که خیلی افراد از دین گریزان بشن. حالا اگه از اون بگذاریم، بحث توهین به عقاید هست. ببینید من خودم بعضی وقتا تو جمع دوستان و فامیلا وقتی صحبت میکنیم میگیم که آزادی عقاید وجود داره نه احترام به عقاید، همه مثلا خیلی دفاع میکنن، جبهه میگن که نه شما نباید توهین کنید، نباید مسخره کنید، همه عقاید محترمن. من تو این چه موارد سعی میکنم خیلی مثال های ساده و پیش پا افتاده بزنم برای اینکه باور کنم. مثلا از قدیما براشون مثال میارم، میگم فرض کنید اگر زمان جنگ جهانی دوم حضور داشتید یا حتی الان هم میشه بهش فکر کرد، آیا به نظر شما عقاید هیتلر قابل احترام بود که معتقد بود باید یهودیان رو همه سوزوند، همه رو کشت؟ آیا این عقیده محترمه؟ یا اینکه مثلا بیایم به امروز ما که به چشم خودمون دیدیم، تو رسانه ها میدیدیم که گروه داعش چه جنایت هایی میکرد، آیا میتونیم بگیم افراد داعش و مثلا رهبرشون ابوبکر بغدادی، آیا میتونیم بگیم که عقیده اونم محترمه؟ خب نمیتونیم بگیم. بعد اونم دفاع میکنن، همچین افرادی میگن که نه منظورمون اینجور آدم ها نیست، آدم های معقوله. گفتم خب دیگه وقتی یه چیزی رو مشروط کنیم، مثلا نقدش رو بیاری، خب از اساس باید اون قضیه رو رد کرد، باید این قضیه رو کنار بذاریم که این افرادی که میگن احترام به عقاید وجود داره و باید به هر عقیده احترام بذاری، وقتی مثلا نقضش رو براشون میارید در مثلا یکی دو سه مورد که هیچ جوابی نمیتونن بهش بدن، حتی ذره نمیتونن دفاع بکنن ازش، میان مثلا میگن نه آدمای معمولی رو مثلا باید مثال بزنن. گفتم وقتی یه چیزی رو نقضش میاره نمیشه انقدر دنبالش گشت. بس اون دوستان که صحبت کردن در مورد در هندوستان که گاو رو مقدس میدونن و توهین بهش رو اینا، اما میخوام بگم مثلا در کشوری مثل هندوستان، اون در مثلا در ایران ما جمهوری اسلامی باعث شد ما به سمت بی خدایی بریم، در هندوستان هم روش تکنولوژی، علم و فناوری، همونجوری که گام اینقدر برای جمعیت هندوشون بسیار مقدس و خیلی خاصه، از این هم هند یکی از بزرگترین صادرکنندگان گوشت گاوه. خب این تناقض شدید داره توی یک کشور، این نشون میده که خیلی از جامعه، خیلی از مردم از این بحثای سنتی و مذهبی قدیمی فارغ شدن و گذر کردن از این قضیه، جوری که الان مثلا هند تاکید کنم داره یکی از بزرگترین صادرکنندگان گوشت گاوه. زارگوس عزیز 20 ثانیه اگه میشه جمع بدید. فهم میخوام بگم ما وقتی به دوستانی میرسیم که میخوایم بهشون ثابت بکنیم که توهین کردن به عقاید و مسخره کردنشون کار درستی، این آزادی بیانه، فکر کنم کار بیهوده، کسی که بخواد نپذیره امکانش وجود نداره. ممنونم. ممنون زاکرس عزیز.
سام میشنویم. با درود. خب به نظر من میگم که مثلا توهین نکنید. خب توهین یعنی که مثلا فکر میکنم معنی لغویشین باشه که مثلا یه چیزی خوار نباشه، خوارش بشماریم. بعضی از عقاید خودشون خوارن، ما حقیقت رو بیان میکنیم، ما توهین بهشون نمیکنیم که حالا بخوایم بگیم ما داریم چیز دروغی بهشون نسبت میدیم یا نه. بعد من در جواب کسایی که مثلا مذهبیونی که میگن به عقاید ما احترام بذار، من میگم که من توهین به عقاید رو از محمد یاد گرفتم که رفت بتهای کعبه رو زد شکوند، یا از ابراهیم یاد گرفتم، یا اصلا خود قرآن یاد گرفتم که میاد میگه شما کافرانی فکر نمی کنید، کور و کر و نمیدونم چی هستید، یا مثلا میاد یا اصلا کلا صدر اسلام نگاه کنی همش توهین بود، میگفت یا به دین ما بگیرو یا جزیه بدی یا حمله میکنی. تمامش تمام زور به عقاید هم خودش به نظر من توهینه به عقایده. بنابراین وقتی یه دین کلا سر تا سر توهینه، نباید پیروانش بیان به ما چیزی که برای حقیقت رو بیان میکنی، مثلا فلان کسی این کار رو کرد، به من چه که تو فکر میکنی یه چیز معصومی تو ذهنت چیز کردی، ما حقیقت رو داریم میگیم و همچین اتفاقی افتاده. بعد ولی یه نکته ای رو دارم، وقتی ما خواهیم با یکی بحث کنیم که حالا یه امیدی هست تغییرش بدیم، یا فکر میکنیم که اگر واقعیت رو بیان کنیم راجع به اعتقاداتش ناراحت بشه، یا مثلا بگه که داری توهین میکنی، میتونیم حالا به یه زبان دیگه نرمتری چیز کنیم که بتونیم اونو تغییرش بدیم. چون اصلا اگه بخوایم با زبونه مثلا واقعیت رو تون حرف بزنیم، ممکنه که بده تعصبی که داره قاطی کنه و از صحنه در بره. تو این به نظر من مجبور نیستیم، ولی به نظر من بهتره که اینجوری رفتار کنیم که بتونیم تأثیر بزنیم. و یه نکته دیگه این که من یه دوست هندی دارم، واقعا چیزایی که میبینم ازش خیلی خنده داره، اونم دقیقا چیزایی که از اسلام میبینه. یعنی واقعا من میگم تو دیگه چرا، اون یعنی واقعا چیزایی که از اسلام میبینه براش خیلی خنده داره. مثلا صبح بول همیشه یه چیزی مثل جانمازی میندازه، یه فیلی روشه، بول همیشه دستش میگیره جلو یه همون خداش و شروع میکنه راز و نیاز. دقیقا اون حسی که مثلا اونا همین کار رو میکنن، اون حس رو به ما میده. فقط مول داره انگار یه فیل رو میفرسته، نمیدن چیه، مثلا اینا یه چیز دیگه میفرستن. یعنی میخوام بگم که اصلا مسخره کردن نیست، خیلی چیزا صرفا عقاید خودش خنده داره برای کسایی که تأثیری ندارن به قضیه. خیلی ممنونم، تموم شد. ممنونم از شما. ممنونم بابک. دوستانی که صحبت کردن اگر فعلا صحبتی ندارن، اگر تشریف ببرن تو آدینس که ما بتونیم سایر دوستانم بیاریم بالا، غنی میشه. فکر کنم دوستانی که رفتن من دوباره میارمشون بالا. ممنون بابک جان. محسن عزیز میشنویمت. درود به همگان. من این مسئله رو به دو صورت توضیح میدم. یکی اولا که کلمه توهین به معنی سوس کردنه و متضاد با کرامت و تجلیل. ببینید در برخورد با اتفاقات، با چیزی که در اطراف ما میگذره، ما سه تا راه داریم. یکی این که تفکر کنیم، یکی این که احساسات ما، و یکی این که آن چیزی که به ما یاد داده شده و یا این که ما آموختیم، یعنی تجربه کردیم و ما از اون تجربه یه چیزی آموختیم. این تجربه رو برای برخورد با اتفاقاتی که در آینده هم اتفاق میفته ما عمل میکنیم. توهین که سوس کردنه باعث میشه که ما اون چه که آموختیم رو زیر سوال ببریم که آیا این آموخته همیشه درسته، در تمام موارد درسته یا نه. ما اسلام رو وقتی مورد توهین قرار میدیم، میخوایم اون چیزی که ازش آموختیم، اون چیزی که به ما یاد دادن و دوباره نگرش بهش داشته باشیم، ببینیم آیا اون درسته، آیا با تفکرات حال ما مطابقت داره یا
نه. خیلی ممنون. خواهش میکنم. محسن عزیز، خب اینم یه تعریف جامع از کلمه توهین. ممنونم محسن. یعقوب جان شما رو میشنویم. ببخشید اگه امکانش هست من یه چند دقیقه یه حرف بزنم. حتما. دستم بنده، ببخشید. خواهش میکنم. یاسر جان خوش اومدی، ببخشید اصلا حواسم نبود. اگه صحبتی داری میشنویم. خواهش میکنم، سلام میکنم و معذرت خواهی میکنم یه مقدار دیر اومدم. یاسر جان فقط اگه امکانش یه خود بلندتر صدات بکنم ضعیفه. عرض کردم که من معذرت خواهی میکنم یه مقدار دیر اومدم، ولی هستم در خدمتتون دیگه. و به دوستانم همین سلام میکنم، خیلی خوشحالم در خدمتتون. خواهش میکنم. آقای سول، آقای خانم سول. بله بفرمایید. مرسی، ممنون. سلام میکنم خدمت دوستان. من میخواستم به توهین به عقاید و مقدسات افراد دیگه، حالا اون انسانهای دیگه، از نگاه اخلاقی نگاه کنیم، یعنی از دید اخلاقی نگاه کنیم. چون میدونید که دوستان حتما بهتر از من میدونم که منابع هنجارگذار جامعه خب قانون هست، اخلاق هست، عرف هست، مسئلت اندیشی هست و موارد مختلف. علاوه قانون یا هم حقوقش، بس حقوقی نمیخوام بکنم که خب بس حقوقیش باید جای خودشه، که من خب اعتقاد خودم جای خودش، فعلا بحثش وارد نمیشه اگه نیاز بود. میخوام از جنبه اخلاقی بحث کنم. ببینید ما وقتی که از جنبه اخلاقی میخوایم یه قضیه رو بررسی کنیم، به نظر من میاد که اگر یک عملی باعث ایجاد درد و رنج غیر ضروری به انسان‌های دیگه بشه، این اخلاقاً مردوده. یعنی اگر شما می‌بینید که یه فعلی که انجام میدید یک درد و رنجی رو به سایر انسان‌ها وارد می‌کنه، من نمی‌خوام بگم که اون انسان حالا آیا این درد و رنج که بهش وارد میشه مقصر خودشه که باورهای داره که باعث درد و رنجش میشه، یا مقصر ما هستیم، اینو بحثش نمیخوام بکنم. ولی خود همین صرف این عمله باعث میشه که این من اخلاقی دیگه، من اخلاقی میخوام این عملی انجام بدم، میدونم که به هر دلیلی این عملمو که انجام میدم باعث درد و رنج انسانهای دیگه میشه، آیا واقعا مجازم اخلاقا اینو انجام بدم؟ به نظر من نه. یعنی شما میبینید که انسان‌هایی هستن، میلیون‌ها انسان، به غلط یا درست باور دارن که یک شخصی مقدسه، و اگر شما عملی انجام بدید که از نظر اونا توهین به این شخصه و این عمل هم ضرورتی نداره، یعنی شما کاریکاتور یک شخص رو کشیدن واقعا چه ضرورتی داره؟ شما میتونید نقدش کنید، میتونید همون کاریکاتور رو به سبکی بکشید که توهین‌آمیز نباشه، یعنی به اون عقیده نه عقیده رو نه نه دارم توضیح میدم میگم شما بدون اینکه ضرورتی داشته باشه، یعنی بدون ضرورت، اگه ضرورت ایجاب میکنه بله، ولی شما بدون ضرورت دارید درد و رنجی به انسان ها وارد میکنید. خب اون انسان رنج میکشه از این مقدسات توهین میشه، و این توهین و مقدسات الزامی هم نداره. یعنی مثلا فرض کن اگه من میخوام اندیشه فرض کنی پیامبر اسلام رو نقد کنم، خب میتونم نقدش کنم، میتونم بنویسم، یا حتی بخوام یه باوری رو از اندیشه های اسلامی نقد کنم، میتونم بر اساس به وسیله یه کاریکاتور اون باور رو نقد کنم، نه اینکه صرفا یک شخصی رو بذارم، یه شخصی که از لحاظ اون دیدگاه مقدسه، بیارم و باعث بشم که خب اون شخص، اون افراد مختلف، یعنی میلیون ها انسان با دیدن این کاریکاتور رنجی بکشن که نیازی هم نیست اون رنج رو بکشن. یعنی شما میتونستید هر سوالی بدون وارد کردن بدون بزنید. سوال عزیز 40 ثانیه از وقت گذشت، اگر اجازه بدید دوستان دیگه برسیم برمیگردیم دوباره به خودت. بسیار عالی. اما خب آقای سول، این رو هم در نظر بگیرید که اون عقیده اون افراد کلی انسان رو در تمام طول تاریخ و حتی همین حالا به کشتن داده. کاظم میشنویم شما رو. من ببخشید قبل از هر چیز ببخشید کاظم جان، نمیدونم ناصر عزیز ما چرا هی میاد و میره، فکر کنم فیلتر شکن، نمیدونم، فکر کنم تو ایران فیلتره درسته؟ بله تو ایران فیلتره. آره تا نوبتش میشه او وی پی ان میتونم بیام بالا. او چون تا به نوبتش میرسه من میبینم، میرسه بهش و از اتاق میره بیرون. اوکی
کاظم عزیز در خدمتتونیم. ببخش سویل جان مثلا در خدمتتونم. من خواهش میکنم، شما مودریتوری حق دارید، بفرمایید. درود بر دوستان عزیز، این مطلبی که به عنوان سرگروه گروه انتخاب شده به عنوان توهین از چند جهت قابل بررسیه. اولا اینکه هیچ عقیده‌ای قابل احترام نیست به نظر بنده، یعنی اصولا عقیده‌ای قابل احترام که خودش احترام رو برانگیخته کنه، نه اینکه من اینو بیام بهش تقدس بدم یا واژه‌هایی از این دست، مثالی که این دوست قبلیمون میزد که باعث ناراحتی اشخاصی میشه. وقتی یه عقیده تو ذهن یک نفر باشه هیچ کس در موردش صحبتی هم نمی‌کنه، ولی وقتی ابراز شد همه حق دارن با هر لحنی در ارتباط با اون عقاید اظهار نظر کنن. این هیچ بدی نداره و آزادی بیان خودش بزرگترین احترام به اشخاصه. و دوم اینکه عقیده اولا متعلق به اشخاص نیست، عقیده چیزیه که شما در طول زندگیتون صاحب اون میشین و جزی از شخصیت شما نیست. توهین به شخصیت افراد امر بدیه، وگرنه عقاید دیگران عقاید افراد متعلق به خودشون نیست، بلکه اینا حالا یا به صورت موروثی یا اکتسابی کسب کردن و هر عقیده قابل انتقاد و بررسی هستش. یه مطلب دیگه هم که هست اینه که خیلی از این عقاید، خب اگه بخوایم بررسی بکنیم، مثلا کسی که به خدا، مثلا فرض کن کسی به شیطان اعتقاد داره، اگر به شیطان اعتقاد داشته باشه، کسی که به خدا اعتقاد داره توهین به اون شخص داره میشه، چون خیلی راحت همدیگر رو دارن نقض میکنن. پس از این دیدگاه هم میشه گفتش که توهین به عقاید اصلا یه امر کاملا چیز نیست، به قول معروف قابل بررسی نیست. عقاید رو به راحتی هر کسی میتونه نقد کنه، با هر لحنی هم میتونه نقدش بکنه. اگر کسی بیان کرد، یعنی داره به دیگران اجازه میده که در ارتباط با اون مطالبش اظهار نظر بکنن. متشکرم. خواهش میکنم. ممنونم کاظم عزیز. عرفان میشنویم شما رو. میکروفونتون بسته است عرفان. تشریف دارید تو گروه، تو اتاق؟ باید الان صدای منو؟ بله صدای من میاد؟ بله بله. اگه اجازه بدید من بعدا صحبت کنم. خواهش میکنم. اوکی. ببخشید من میتونم الان صحبت کنم؟ بله بله بفرمایید آقا جان. خیلی ممنونم. این یکی از دوستانم، من نمیدونم کدوم دوستان بودن، فهمیدن که چه الزامی داره. اتفاقا ما از روی الزام باید اون کاریکاتور رو بکشیم. ناگهان شما یک جنبه قدسی برای یک چیزی قائل میشید و من این جنبه قدسیش رو بر نمیتابم. به چه دلیل؟ به این دلیل که خب یک سری کانالیزه، یک سری خط‌کشی‌های ایجاد شده و من باید طبق اونها باید رفتار کنم. شاید بگیم نه خط‌کشی نیست. یکی از خط‌کشی‌هایی که شما همین الان ایجاد کردین اینه که چیزی که الزام نداره رو من چرا باید انجام بدم؟ این اسمش خط‌کشیه. این از همون طرز فکری میاد که شما یک چیزی رو قدسی میکنید. حالا من شاید نیاز نباشه اون رو بکشم، اون کاریکاتور رو بکشم. یعقوب جان صدات رفت. فکر کنم بهش تلفن یعقوب جان صدات رفت. اگه میشه دوباره 20 ثانیه آخرشو نمیشه. صدای من رو ندارین؟ الان داریم، الان داریم. آها ببخشید، من نه، من تلفنم زنگ نخورد، نمیدونم. بله، اینکه حالا اگر در یک جایگاه عادی باشه و یک طرز فکر ساده‌ای باشه و کاری نداشته باشه، هیچ خط‌کشی برای من تعیین نکنه، هیچ مشکلی نره، نیازی نمی‌بینم بخوام کاریکاتور بکشم. اصلا تو وادی این نمیاد که بخواد تو ذهن من ایجاد بشه که من باید این کاریکاتور رو بکشم. اما شما اون رو دارین از ذهنتون خارج می‌کنین و من باید قطعی بودن اون رو از بین ببرم. به عنوان مثال، به عنوان مثال الان یک اتاق 6 متری جلوی ماه، این اتاق، من اینو همیشه مثال میذارم، این اتاق 6 متری جلوی ماه، این اتاق تاریکه. یک نفر میاد میگه، ببخشید سویل خانم میاد میگه اتاق تاریکه، اتاق تاریک خیلی خطرناک و ترسناک. در کنارشون جناب بابک میان میگن اتاق تاریکه، اتاق تاریک به هیچ وجه ترسناک و خطرناک نیست. هر دوشون دارن راجع به یه اتاق حرف میزنن، کدومش محترمه؟
جناب سول اگه اشتباه نکنم، این که شما میگین بله این خیلی چیز جالبیه، 8 میلیارد امکان وجود داره، 8 میلیارد خدا هم میتونه وجود داشته باشه، ولی اگر یک خدا و خدای یک شخص دیگه مشابهه، یعنی این که اون شخص نتونسته خداش رو در بند ذهنش نگه داره و اون خدا شبیه انگل شروع به تکفیر کرده و شروع کرده که ذهن دیگران رو فتح کنه، یعنی این که اون شخص انقدر اون امر خداش قدسی شده که نمیتونه خداش رو در ذهنش به بند بکشه. اینجا کاریکاتور که هیچ حمله مستقیم به این خدا، یعنی چیزیه که شما اگر این کار رو نکنید جنگه، یا باید این کار رو انجام بدید یا اینکه اون خدا بر ضد شما انجام میده. ببخشید. ممنونم از شما یک باشم. ارفان جان صحبت میکنید فقط سوال دارم. فقط سوال از شما دارم. که جزء قوانینتون هست که اگه مخاطب واقع شدیم جواب بدیم. مخاطب در رابطه با سوال درسته؟ بله در مورد اون نکته ای که اشاره کردم درباره من سوال نپرسیدم. من سوال نپرسیدم از شما جناب سوال. نه گفتم مخاطب واقع شدید درباره صحبت من نظر دادن. خواستم جزء قوانین گروهتون هستش که من بتونم پاسخ بدم. بله ولی در نوبتتون در دور بعدی. ممنونم. خب من نسبت به تاپیک میخوام بگم که حالا توهین به عقاید، از نظر من توهین یک عملیه که اشتباهه، در واقع یک بار معنایی اگریسیو داره و این به هر نحوی به نظر من اشتباهه. اما اینکه چه چیزی رو توهین بدونیم، این خودش یک مسئله خیلی مهمیه. مثلا میگم من کی دارم به یک قومیت توهین میکنم، کی دارم با این قومیت شوخی میکنم یا دارم به چالش میکشم. حالا این هر نوع تفکری میتونه باشه و زمانی که ما هر چیزی رو توهین بدونیم به عقاید، اینجا زمانی صداشون قطع سویلو جان. من فکر کردم من یه اپلیکیشن دیگر رو باز کردم، من فکر کردم من پریدم بیرون از اتاق. ارفان جان میکروفون رو بستی اصلا؟ بابک فکر کنم مرحوم اکبر باید صحبت کنه چون ارفان. آره دقیقا من فکر کنم قطع شد. آره بله مرحوم اکبر عزیز بفرمایید، اگر در جهنم بخشتون گرفته اگر مشغول نیستید در خدمتتون. درود به همه دوستان. نه من یه کوچولو صحبت میکنم، خیلی نمیخوام وقت دوستان رو بگیرم. یکی این در این مورد که وقتی میخوایم صحبت کنیم، من فکر میکنم اون مثال هندوها و گاو مثال خیلی جالبی هست، چون هندوها نظرات مختلفی در مورد همون گاو دارن. خیلی معتقدن که مادر خدایان هست، خیلی سمبل زایش میدونن، چارتپای گاو رو سمبل چارت چیز مختلف میدونن. حالا جزئیاتش بمونه. و جالب اینجاست که خب این هندوها توی همه جای دنیا زندگی میکنن، توی آمریکا، اروپا، همه جای دنیا زندگی میکنن و هر آدمی با هر عقیده‌ای میتونه دوست هندی داشته باشه و بره رستوران کنار این دوست هندیش بشینه و گوشت گاو بخوره. و هیچ هندویی من فکر نمیکنم کسی رو به خاطر اینکه داره گوشت گاو میخوره محکوم بکنه یا بگه تو داری به عقیده من توهین میکنی. این یه نکته در مورد این داستان. یه مسئله دیگه که یکی از دوستان گفتن که شما اگر احساس بکنید کاری میکنید که ضرورتی نداره و دیگران رو آزرده میکنه، چه لزومی داره که شما یه همچین کاری انجام بدید؟ این موضوع اینجاست که ما وقتی راجع به یه عقیده صحبت میکنیم، اکثرا بحث ما راجع به عقاید مذهبی هست که خودمون باید سر و کار داریم. مشکل ما عقیده یه مسلمونی نیست که به یه پیامبری اعتقاد داره یا معتقده مثلا اون پیامبر خصوصیت های ویژه‌ای داشته. مسئله اصلی ما اینه که این عقاید اومده توی زندگی شخصی آدم هایی که اصلا به این عقاید اعتقادی ندارن داره دخالت میکنه و شما نمیتونی یه سری عقایدی رو به یه عده آدم تحمیل بکنید و بعد توقع داشته باشید که اون عقاید مسئول بمونن از انتقاد یا از بررسی یا از توهین یا هر جور
تحلیل دیگری. شما وقتی که یک عقیده ای رو به جمعیتی که به اون عقیده احترامی نمیذارن یا اعتقادی ندارند وارد میکنید، این عقیده خود به خود دارید این عقیده رو میذارید در معرض بررسی. اگر واقعا اعتقاد دارید که نباید به عقاید شما توهین بشه، عقاید خودتون رو از زندگی دیگران باید بکشید بیرون، از قوانین بکشید بیرون. عقاید مقدس رو باید نگه دارید برای خودتون. زمانی که شما با عقاید خودتون برای دیگران قانون تعیین میکنید، این عقاید رو دارید میذارید در معرض نقد. ممنونم از شما، مرسی وقتتون رو گرفتم. ممنونم از شما مرحوم عزیز. سویلا جان، من میگم ناصر الان بالا هست از اتاق نرفته بیرون، میگه فکر کنم با مشکل وی پی ان هم داره. بله. یه وقتی بدیم و بعد از ناصر هم کرمیت عزیز صحبت کنه. ناصر جان هستی؟ صدامون رو داری؟ بله در خدمتتون هستم. اجازه میفرمایید؟ بله صداتم خوبه، بفرمایید. عرضم به محضرتون که به نظر بنده میبایستی بین آزادی، بین تفکر و بین عقیده تمایز قائل شد. این دوتا فرسنگ ها با هم فاصله دارد. از منظر اسلام و از منظر ما، اون چی که محترمه و میبایستی پاس داشته بشه حریم اندیشه است، حریم فکره و نه حریم هر عقیده ای. عقیده مبتنی بر تمایلات فردیه، مبتنی بر تمایلات شخصیه، مبتنی بر دلخواهه، درست برخلاف تفکر و تعقل که مبتنی بر استدلال، مبتنی بر حکمت و مبتنی بر یک متدولوژی فهمه، یک فهم متدولوژیکه. بسی بین این دوتا تفاوت قائل شد. از منظر قرآن کریم تفکر، حتی اگر تفکر اقوام مختلف، افراد مختلف با هم معارض باشه، با هم متفاوت باشه، همه اینها محترم هست و میبایستی حریم اونها پاس داشته بشه. اما عقیده مطلقا احترامی نداره. یعنی صرف عقیده داشتن باعث نمیشه که ما بخواهیم، عرضم به حضورتون، که اون رو به رسمیت بشناسیم و برای اون حقی قائل بشیم. البته صاحب عقیده متفاوته. ما میبایستی بین نقد عقیده و حد که صاحب عقیده تمایز قائل بشیم. ما میتونیم یک عقیده ای رو به ورطه نقد بکشیم، اون رو تخطئه بکنیم، اما حق نداریم صاحب اون رو، خدای نکرده، از حیث کرامت انسانی دچار خدشه بکنیم. کما اینکه در ادبیات دینی داریم، میگن ان الله یحب العبد و یبغض عمله، خدا بندگانش را دوست دارد و از عمل اونهاست که انزجار و تنفر دارد. فلزا میبایستی ما بین این مباحث که عرض کردم تفاوت قائل بشیم. عرض بنده حالا فعلا اینه، من یه سری کارهایی دارم، حالا مجدد خدمت میرسم. ببخشید من یه چیزی قبل از کرمیت عزیز بگم در مورد صحبت‌های آقای ناصر. من یک اعتراضی رو به طور کلی دارم و اونم نگاه از بالا به پایینیه که معمولا این متدینین دارن، و اونم اینه که میگن قرآن این رو میگه و باید این کار رو بکنیم. قرآن میگه شما این کار رو بکنید، ولی خیلی های دیگه هستن که به قرآن و به الله که شما اعتقاد دارید اعتقادی ندارن و الزامی هم نمیبینن که کاری که الله میگه رو انجام بدن. اعتقادات خودشون رو دارن، ممکنه اصلا برای اون سری افراد تفکر هم قابل نقد باشه و قابل توهین باشه، و اینکه الزاماً الله میگه که ما تفکر برامون اندیشه برامون قابل احترامه، دلیل بر این نمیشه که همه ما ملزم به اجرای این قضیه باشیم. ببخشید ممنون. جسارتا اون چیزی که بنده عرض کردم نص صریحی نیست، این برداشت بنده از بنامه دیگه. من اصلا کاری به نص صریح یا اینا ندارم، من کلا این رو میگم که شما میفرمایید الله این رو میگه پس ما باید این کارو بکنیم. نه، الله اگه اونو میگه شمایی که بهش اعتقاد دارید باید این کارو بکنید. الزامی نمیبینیم که بقیه هم همون کار رو بکنه. ممنون. میشنویم. متشکرم. برام جالبه آقای ناصر و سایر چیز، همونطور که یاسر عزیز اشاره کردن، واقعا همیشه یه جوری در واقع با عقایدشون برخورد میکنن که مثلا انگار مثلا واقعا همونطور که خودشون اعتقاد دارن قرآن کلام خداست و کاملا درسته و کاملا واضحه قابل لازم الاجراست، فکر میکنن در واقع این به همه اشخاص و به همه
تفکرات در واقع باید چیز بشه. و خیلی جالبه چون اصلا توی خود اسلام تفکر در واقع اونقدر برعکس چیزی که ایشون اشاره میکنن آزاد نیست، محترم نیست، برعکس تمام چیزی که مسلمان سعی میکنن ارائه بدن. شما اکثرا اگه هر مثلا فرض کنید من خود من خودم زمانی اعتقادات مذهبی داشتم، با مطالعه کردم، تحقیق کردم، به هر حال اعتقاداتم عوض شد. من با تفکر به این دیدی رسیدم که الان اینجا هستم و در زمینه مثلا همین توهین به مقدسات من خودم یکی از بی‌تعارف ترین کاربران مثلا توییتر هستم از نظر چیزا. الان خیلی دارم ملاحظه جمع رو میکنم، ولی خب من با تفکر به این نتیجه رسیدم. الان آیا به نتیجه تفکرات من آیه ناصر و امثال آیه ناصر احترام میذارن، یا اینکه طبق همون نص صریح قرآنشون من رو مشرک و محدور الدم و واجب القتل میدونن؟ حکم سب النبی چیه؟ یعنی فقط به خاطر توهین به مثلا فرض کنید کسی که 1400 سال پیش مرده حاضرن آدم بکنن، حکم دینشونه، غیر قابل تغییرم هست. خب این واقعا این عقیده احترام داره، این باید به این عقیده احترام گذاشت. دوستمون مثلا سوال گفتن که چرا مثلا چیز میکنید کاری که واجب نیست رو انجام میدید، چرا لازم نیست، چرا ما باید خودمون رو محدود کنیم به خاطر این علاقه شخصی عده به یک شخص خاص؟ ما نمیتونیم، در واقع این سیستم غلطه. این همون سیستمیه که میگه مثلا فرض کنید زنها همهشون خودشون رو محدود کنن، حجاب داشته باشن، به خاطر اینکه مرد مسلمان دوست نداره مثلا تحریک بشه، ببیندشون تحریک میشه، نمیتونه خودشو کنترل کنه. هیچ کس توی ماه رمضان یک ماه همه گشنگی بکشن، تشنگی بکشن، به خاطر اینکه ماها دلمون میخواد گشنه بمونیم، شما غذا بخورید، ما مثلا هوس میکنیم غذا بخوریم. چرا بقیه رو همیشه مجبور میکنید به خاطر خودتون محدود باشن؟ شما اگر هر عقیده‌ای دارید، هر چیزی که دارید واسه خودتون نگه دارید، تو خونه خودتون اجرا بکنید، بازم تا اون موقع ما مشکلی نداریم. مثلا دوستمون آقای عمر هم گفتن مثلا فلانی دالات ادرار گاو میخورن هندیا مثلا به نظرشون خیلی بده. من به نظر من اون هم اشکالی نداره، یارو میخواد بخوره ادرار گاو بخوره بخوره. اون مثلا فرض کن چه میدونم مسلمان ها میگن امام صادق حدیث داره ادرار شتر کلی خاصیت داره، نمیدونم همین الانش خیلی فکر میکنن پشگل الاغ خاصیت داره، بکنن برن ادرار شطورشون رو بخورن، پشکل اولا بود بخور بدن واسه خودشون، فکر کنم خب واسه من هیچ مشکلی نداره. ولی به محض این که میخوان عقایدشون رو وارد جامعه بکنن، وقتی میخوان ماه رمضان به ملت بگن چون ما روزه میگیریم شما نباید بکنید، وقتی میگن همه باید حجاب داشته باشن چون ما اعتقاد داریم، وقتی که میخوان در واقع حتی وقتی که بچه مثلا فرض کن 9 ساله خودشون رو به زور بیدار میکنن میگن تو دیگه به سن تکلیف رسیدی، باید بلند شی صبح سحری بخوری، بعد تا شب بچه بدبختو گشنه نگه میدارن، این دیگه چیزی نیستش که به خودشون، به شخص خودشون مربوط باشه. اینا دارن به جامعه لطمه میزنن، به دیگران لطمه میزنن. این سیستم باید در واقع باهاش مقابله بشه. حالا اگر فکر میکنن که این در واقع این کارها لازم هست به خاطر اینکه فکر میکنن چیزی که پشت این رفتارها هست یک عقیده مقدس هست، با اون عقیده باید مبارزه بشه، میخواد با نقد باشه، میخواد با توهین باشه، میخواد با تمسخر باشه. تا وقتی که این جنبه مقدس این عقاید وجود داره باید در واقع به هر شکل ممکن از اون حالت مقدس پایین کشیدش، اون کلام الهی که لازم الاجرا و مقدس هست باید از اون حالت کلام خدا خارج بشه، تبدیلش به یه متن معمولی که توی یه دونه کتاب نوشته شده. وقتی که ما این کار رو بکنیم اون موقع میتونیم در واقع خیلی راحت باش برخورد بکنیم، خیلی راحت نقدش کنیم. باید این تابو شکسته بشه. مادامی که ما به صورت یه چیز مقدس به اینها نگاه میکنیم چیزی عوض نمیشه، این تعصب وجود داره. به این دلیل که باید توهین به مقدسات آزاد باشه. ممنون ازت. ممنونم کرمیت عزیز. مرسی کرمیت جان. دوستان سامان عزیز به ما اضافه شدن، ولی خب الان قبلا به ما گفته بودن که دارن رانندگی میکنن و نمیتونن صحبت کنن. من خواستم که حتما ذکر کرده باشم. علی عزیز صحبت نکردید نه؟ علی بجدانی بفرمایید. علی جان خیلی صداتون دوره. الان صدا بهتر شد؟ بله عالیه. من چون از نرم افزار اندرویدی آن افیشال دارم استفاده میکنم، گفتم ممکنه مشکلی پیش بیاد، دفعه اولی که تو کلاب هاوس دارم صحبت میکنم. در مورد این تاپیکی که گفتین چند تا مطلب به نظرم رسید که با دوستان شیر کنم. یکی این که عقیده از کلمه عقده به معنای دلبستگی میاد.
افراد انسان‌ها علاوه بر تفکر منطقی که یک اختراع خودش منطق یک ابداع و اختراعه، نیازهایی که در طول زندگیشون دارن بر اساس همون هرم مازلو، بعد از نیازهای فیزیکیشون اون نیازهای احترام و در واقع مقبولیت هست نسبت به عقایدشون. عقاید دلبستگی های ما هست. مثلا من هیچ موقع نمیتونم بگم 2 به علاوه 2 مساوی میشه با 4، این عقیده است. نه، این عقیده نیست، این جهان شموله و اثباتیه و بر بین همه جور انسان مسلمان و کافر و همه این رو میپذیرن، اثباتیه. اما بعضی مسائل اثباتی نیست، دلبستگیه. مثلا شما نسبت به شخص پدر خودتون احساسی دارید ولو اینکه اون آدم خوبی هم نبوده باشه، این عقیده است، این یک دلبستگیه. این رو انسان‌ها امروز قبول دارن که نباید مورد توهین غیر منطقی و غیر سازنده قرار بگیره. یعنی چی؟ یعنی که من وقتی پدر شما با من کاری نداره، من دلیل نداره بخوام بیام برای آزار شما به شخصیت اون آدم توهین کنم. همینطور گاهی وقتا، حالا اون شخصیت گاهی وقتا یک تفکر عقیده میشه. مثلا یک نفری اعتقاد داره که مثلا فرد به یک قومی در یک دوره تاریخی بدترین جنایت ها شده و اونها مستضعف شدن و اونها متحمل خسارات زیادی شدن و تراژدی های زیادی. صداتون رو نداریم علی وجدانی. صداتون تماس داشتم صدام قطع شد، الان صدا میاد؟ بله بفهمید. بله داشتم میگفتم اگر که به یک 40 ثانیه هم زمان داری، حتی من این 10 ثانیه رو حساب کردم، 40 ثانیه زمان داری برای جمع بدیم. کوتاهش میکنم. این که به یک واقعه هم ما عقیده پیدا کنیم و کسی به اون توهین نکنه در حالی که ضرری نرسونده به کسی، این هم درسته. یعنی در هر صورت از نظر من توهین به عقاید، این مخالف با نیازهای اساسی انسان هاست. حالا یکی از دوستان گفت چرا ما باید خودمون رو محدود کنیم و توهین نکنیم؟ ما میخوایم توهین کنیم. علتش خیلی واضحه، چون شما اگر توهین کنید بالا رفتن سطح تنش ایجاد میشه. یعنی شما به یک عقیده من توهین میکنیم، من به یک عقیده شما توهین میکنم، یواش یواش مرز توهین ها به مرحله میرسه که به شخصیت های خود هم دیگه توهین میکنیم، به هر نوع تفکر منطقی توهین میکنیم بدون اینکه اون رو نقد کنیم. توجه بفرمایید، توهین ورای نقده. شما یک مطلبی که خیلی هم درسته و حتی اثبات پذیر، شما میتونه بگی من اصلا به اثباتش کار ندارم، دلم میخواد بهش توهین کنم، توهین کنم برای اینکه ناراحتم ازش، برای تو خوشاینده، من چون از تو بدم میاد میخوام اون چیزی که برای تو خوشاینده رو بهش توهین کنم. این بالا رفتن سطح تنش رو ایجاد میکنه و مثل درگیری فیزیکی میمونه، فرقی نمیکنه. یک درگیریه که به راحتی به درگیری فیزیکی هم منجر میشه و اساساً نظام اجتماعی انسان‌ها رو به هم می‌ریزه. بر همینم احترام به عقاید همدیگه فارق از درست و غلط، تا جایی که حقوق افراد رو خدشه‌دار نکرده، این یک اصل باید باشه و لازمه بقای یک جامعه انسانی هست و این نظر من. حالا در بحث تقدس زدایی و این چیزایی که دوستان گفتن، اینا هم دیگه بحث‌های دومه. مثلا اگر یک عقیده‌ای بین افراد زیادی مشترک بشه، علی جان، علی جان زمان شما هم تمام شد، بمون تا سری بعد آره دوباره به بعد میگرد. ممنونم از شما. مرسی بابک جان و مرسی علی عزیز. دوستان لطفا میکروفوناتون رو خارج از غیر از مدریتوران، میکروفوناتون رو خارج از نوبت خواهش میکنم که باز نکنید. سویت میشنویم شما رو. ضمن اینکه قبل از که سویت شروع کنه به صحبت، من در یه نکته رو در رابطه با صحبت های علی اشاره بکنم که دینی که با خصوصی ترین مسائل زندگی من کار داره رو من چطوری میتونم بهش نقد نکنم یا توهین نکنم، یا کی گفت که با من کاری نداره؟ اتفاقا دقیقا با من کار داره. بفرمید شما جناب سویت. درود بر دوستان عزیز. من میخواستم حرفای یعنی صحبت های کرمیت عزیز رو تایید کنم بعد و اضافه کنم که همونطور که هرمیت عزیز گفتن، شما میتونید خیلی چیزا اعتقاد داشته باشید، اما اون اعتقاداتتون رو باید توی چارچوب خونه خودتون نگه دارید. به محضی که وارد جامعه بکنید به من ضربه میزنید، یعنی
همونطوری که ما به همه دوستان میگیم، میگیم احترام گذاشتن به عقاید یک سری از دوستان توهین به شعور خودمونه. ما اگه یادتون باشه آرمین عزیز، آرمین ابوگه عزیز تو برنامه جمهوری بی خدایان یه بحثی رو داشتن، یه صحبتی بود، یه مناظره‌ای بود با یک مسلمان در مورد با اینکه آیا مسلمانان احمقن یا نه. من یادمه تو اون مناظره ترمی عزیز اون موقع بود و صحبت بود که ترمی با آقا مسلمانان یک باور اشتباه دارن، یک باور احمقانه دارن. وقتی شما مسلمانی من میتونم به شما به خاطر باور احمقانه توهین بکنم. و به نظر من توهین به عقاید برخلاف اون چیزی که عموم باور دارن. من نمیتونم به لباس شما، به تیپی که شما میزنید، به چهره شما، نمیدونم مدل بینی شما، گویش شما، لهجه شما یا قد شما، نمیدونم این چیزایی نیست که شما خودت انتخاب کرده باشی، من به اینا نمیتونم توهین کنم یا حتی اینا رو مسخره کنم. تنها چیزی که من میتونم بهش توهین کنم یا مسخره بکنم همون عقاید شماست، چون اون چیزیه که تو خودت به دست آوردی. و همین، ممنون از دوستان. ممنونم از شما، سپاسگزارم سویت عزیز. سویلا جان در خدمت. برو بابک، بگو خودت، نوبت سیناست. نه حرف اون برنامه ترمه شد، دفعه چیزی یاد اومد بعد دیگه پشیمون شد، گفت اصلا تو این برنامه جاش اینجا نیست، حالا بعدا فرصتش باشه میگم. آره ممنونم خودم. خواهش میکنم، خواهش میکنم. بچه مدیریتور هر کدوم صحبتی دارید ما میشنویم. سینای عزیز بفرمایید. ممنون، سلام به همه دوستان. اول خود عقیده موضوع خیلی مهمیه، چون که اون هسته مرکزی یه مغز رو تشکیل میده، اون قوی ترین شبکه نورونی یه مغزه و تمام در واقع شبکه های دیگه تحت تاثیر این شبکه قرار میگیره. بنابراین با این باور هر شخصی در واقع توی زندگیش و توی جوامعی که ما بالاخره یک جانشین هستیم در کنار آدم ها زندگی میکنیم این نمود پیدا میکنه. مشکلی که حالا وجود داره این در مورد توهین، ببین از یه طرف دیگه، پس از یه طرف باور شبکه نورونی که خیلی تاثیر داره روی هویت یک انسان، از طرف دیگه اون یادمون نره که مهمترین شبکه‌شه، مهمترین در واقع المنت وجودی اون فرد رو تشکیل میده. بنابراین وقتی که ما به عقیده یه شخص توهین میکنیم به اون مرکزی ترین در واقع جای نفس اون آدم داریم ضربه میزنیم. و میخوام بگم که قصدمون چیه. ما طبیعتاً کسایی که دارم میبینم دیگه دو دستن تقریبا افراد این دیسکاشن، یه دست مشخصاً با دین مخالفن، یه دست دیگه اعتقاد بشه. من روی سخنم به دوستانی که مثل خود من اعتقادی به اسلام ندارم به عنوان یه راهکار واسه یه جامعه بشری، میخوام بگم توهینه فایده ای نداره. نه تنها فایده ای نداره، اون شعله درونه اون افراد رو بزرگترشون مثل بنزینی میمونه. میدونی به نظر من به جای این تاپیک آیا توهین کردن خوبه یا بده، میگم کاری نمیکنه توهینه. اگه کاری میکرد به شما میگفتم خوبه. بهتره بگیم که چی کار میشه کرد، چون ماها که شاید از دین رد شدیم قائل به خرد شدیم، یعنی دیگه گفتیم ما نمیگیم یکی چون گفته فلان پس فلان درسته، با خرد نگاه میکنه. و خرد انسان هم داره خرده، یعنی شما به مزه اینکه از جایگاه نفس خارج میشی خوب و بد دو واسه همه تشخیص میشه. چرا خرد جمعیه؟ چون پای نفس در کار نیست. اونجا ما میفهمیم خوب و بد و با اون خط کش که نگاه میکنیم میبینیم که درسته این لایف استایل خوبی واسه دنیا نبوده، یعنی بعد از هزار سال آدم میتونه شواهد رو ببینه دیگه، آیا این به درد دنیا خورد، آیا چیزی بود که مسئله الان دنیا رو بهتر کرد یا بدتر کرد. حقیقت اینه که ما این همه جنگی که بعد از این ادیان داشتیم. سینای عزیز دست نداریم، عزیزانی من همینجا استوب میکنم و در خدمت شما. سپاس از شما سینا. حالا نمیدونم جمله تو کاش جمع میگردی. بچه ها وقتی که بابک عزیز یا هر دوست دیگه تایم رو میده، حالا
چهار پنج ثانیه همین برمبر شد ایرادی نداره، ولی خب میخواییم که در حق کسی اشاف نشه دیگه. محسن جان دوباره صحبت کنیم.